بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا نصابای گرامی، احوال شما بخیر؟ امیدوار هستم که بخیر و بسلامت بوده باشین و درسای خود آغاز کرده باشین. ما یک چیز فراموشم نشه که شاگردایی که به فاکولته انجینری را پیدا میکنن، اینا معمولا در دوران مکتب خود از جمع شاگردای ممتاز میباشن. در امتحان کنکور هم به طور عموم نمرات خوب و عالی می گیرن، از جمع بهترین های کنکور می باشن. اینه می باعث می شه وقتی به فاکولته انجینری می آین، تا دیر غرق در لذت بردن از این پیروزی خود می باشن، غرق در چکر و تفریح می باشن. اینو فراموش می کنن درسای خود، نسبت به درسای خود بی تفاوت می شن. علاوه بر ازی، وقتی من بلخص به مضمون کلکولاس که من تجربه دارم، اینا تو احساس میکنن که برو تابیز دیگه، برو لمت است دیگه، برو مشتق است دیگه. اینا رو ما در مکتب خواندیم. عزیزم، ای تابی تابی مکتبت نیست، ای لمتت لمت مکتبت نیست، ای مشتق مشتق مکتب نیست، ای انتیگرال انتیگرال مکتبت نیست. اینجا یک بحث متفاوته. اینجا ایجاب میکنه که خودت باید بیشتر دقت بکنی. ای مثل مکتبت نیست که در روز امتحان یکی دو مرتبه بخوانی، یک ساعت دو ساعت بخوانی و بری نمره اول بگیری. اینجا جگرت خون میشه. یک مشکل دیگه هم که شاگردان می داشته باشن در آغاز دم شروع، اتو احساس میکنن که برو دیگه، هنوز سمستر شروع نشده، ما در آغاز هستیم، فرصت فراوان داریم. نخیر، این گونه نیست. سمستر بسیار زود تیر میشه. دقت بکنید تا به هنوزم ما شما دیگه تقریبا به امتحانات وسط سمستر به 20% نزدیک شدیم. خوب متوجه باشین، یک سمستر 4 ماه به مسابقه یک چشم به هم زدن تیر میشه. بسیار زود امتحاناتتون فرا میرسه. من شما را دعوت میکنم به زحمت کشیدن، دعوتتون میکنم به ای که درسایتون از امروز آغاز بکنین. اول خوش میشم به ای که آرزوی من ای است که تا به هنوز وقت آغاز کرده باشین، به غیر از او از امروز آغاز بکنین، شروع بکنین تا ای که دیر نشه، باز پسان در آینده ها بیشتر شما را جگر دانه خون نسازه. بر صورت درسای خود به نام خدا آغاز میکنیم. در درس امروز خود ما شما میپردازیم به چپتر دوم خود، به بحث لیمیت ها و به بحث مشتقات. در سکشن اول که لکچر امروزی ما بوده باشه، دو تا معضله را مورد مطالعه قرار میدیم. یکی معضله خط مماس تانجنت پرابلم میگیم و علاوه بر از او بحث معضله سرعت مورد مطالعه قرار میدیم. در ختم از این چپتر، در ختم چپتر دوم، شما بعض مهارت ها را کسب میکنین. شما هم روی مفهوم لیمیت آشنا میشین، یاد میگیرین که راستی لیمیت چیست، به شکل مفهومی که امرش آشنا میشین. علاوه بر از او شما یاد میگیرین که چطور لیمیت یک تابع را محاسبه بکنین. وقتی یک تابع برتان داده میشه، لیمیت چطور محاسبه بکنین و حاصلش را بفهمین. در کنار از او شما تابع را، یک تیپ از تابع را به نام تابع متصل یا continuous function مطرح میکنین و بحث continuity را مورد مطالعه قرار میدیم که خود continuity چی است، چه خاصیت داره. ما شما لیمیت ها را در بی نهایت مطالعه میکنیم، میگیم که لیمیت تابع هرگاه x متقرب به لایتناهی بکنه و بحث مجانب مایل میگیم، مجانب عمودی میگیم، اسمپتات ها و مجانب افقی میگیم. به ادامه چپتر خود ما شما بحث ریت آف چینج مطرح میکنیم یا نسبت تغییرات. اونجا باز ما شما میبینیم دلتا وای بر دلتا ایکس میگیم، ما از پیش ما اشتباه شد، دلتا وای بر دلتا ایکس میگیم، دی وای اوور دی ایکس میگیم، نسبت تغییرات مورد مطالعه قرار میدین. با استفاده از بحث نسبت تغییرات ما شما بحث مفهوم مشتق به تعریف میگیریم، به معرفی میگیریم. خیلی ختم چپتر دومتان شما اینمی مهارت ها را توقع میره که باید اینمی مهارت ها را کسب بکنین. اگر کسب نکردین، حتما چپتر درست نخوندین، درست مطالعه نکردین. خب در لکچر امروزی خود که بحث تانجنت پرابلم و
کلاستی پرابلم بوده باشه. اینجا ما شما در ختم درس امروز شما یاد میگیرین اول همین خود تانجنت پرابلم یا معزله خط مماس چی است. ما هر زمانی که میگیم تانجنت پرابلم یعنی چی، علاوه بر ازی شما در درس امروزتان یاد میگیرین که چطور میل خط مستقیم را به دست بیارین که تنها یک نقطهش معلوم باشه، میل خط مستقیم که تنها یک نقطهش معلوم باشه. شما بحث سرعت مورد مطالعه قرار میدین، velocity problem میگین، یاد میگیرین که خود velocity problem چی است و یاد میگیرین بحث سرعت میگین، سرعت لحظوی چیز، سرعت در یک لحظه معین مورد مطالعه قرار میدین و برای یک جسم در یک لحظه معین سرعت از او را محاسبه میکنین. ما درسای خود آغاز میکنم در بحث the tangent and velocity problem. شما اشتباه نکنین که دو چیز دارین، tangent problem و velocity. خب مشکل خط مماس میگم، من یکی مشکل خط مماس دارم، علاوه بر از این معزله سرعت داریم، معزله سرعت میگم یا سرعت لحظوی میگم، معزله سرعت لحظوی. خیلی ما دو تا پرابلم در لکچر امروزی خود روش میپردازیم. قبل از اینکه ما به بحث تانجنت پرابلم بپردازم، در ابتدا ما یک معرفی کوتاه میکنم از خطوط. معمولا ما دو تیپ از خطوط مورد مطالعه قرار میدیم، دو تیپ از خطها را مورد مطالعه قرار میدیم. یکی خط سیکنت لاین میگم، به معرفی میگیرم یا خط قاطع میگم، میده خط قاطع میگم، میده خط قاطع و خط مماس میگم یا تانجنت لاین به معرفی میگیریم. دو تیپ از خطوطه، تانجنت لاین یا خط مماس میگیم، خط مماس ما شما در نظر میگیریم، خط مماس. خب خط یعنی بعد از این وقتی که من خط گفتم، یکی خط سیکنت لاین بیشتر من نام میگیرم، یکی هم خط تانجنت لاین من بیشتر نام میگیرم. به خاطر از اینکه دوی از این شما شناخته باشه، من یک گراف در نظر میگیرم در مستوی کارتیزیانی، من یک دانه گراف در نظر میگیرم. به این در نظر بگیریم، من اینجا یک تا خط در نظر میگیرم به این شکل، به این قسمت در نظر میگیرم، خطوط قاطع و خط مماس اردویش به معرفی میگیرم. اینجا حسابای گرامی شما فرض بکنین که این مستوی کارتیزیانی بوده باشه، این ما محور اکس است، این محور وای بوده باشه. ما گراف در نظر بگیرم، بسیار به شکل یک گراف ساده را در نظر میگیرم، اتو یک گراف ما در نظر میگیرم به پیش خود، این یک گراف است. گراف یک، فرض بکنین گراف یک تابع است، وای مساوی به اف اکس، وای مساوی به اف اکس. خب دو تا خط ما در نظر میگیرم، اول خط سیکنت لاین میگم یا خط قاطع میگم، این خط ما خط قاطع است یا سیکنت لاین، ای سیکنت لاین میگم. خط قاطع کدام خط میگیم؟ خط مستقیمه که منحنی را شما میبینید چندین نقطه قطع میکنه، دو نقطه در حقیقت قطع کرده، یک نقطه نقطه دوم، نام زیر من میمونم خط قاطع. یک خط دیگه ما داریم تانجنت لاین میگیم یا خط مماس، خط مستقیمه که با منحنی یک نقطه مشترک داشته باشه، با منحنی ما فقط یک تا نقطه مشترک، اینو ما با نام تانجنت لاین یاد میکنیم. خیلی بعد از هرگاه شما پرسان شد، شما هم سیکنت لاین میشناسین هم تانجنت لاین میشناسین. حالا من یک چیز دیگه را به معرفی میگیرم، یک تا گراف دیگه در نظر میگیرم. هرگاه از شما پرسان شوه که تانجنت لاین چیست، این مستوی کارتیزیانی ماست، من یک گراف در نظر میگیرم، آتی یک گراف در نظر میگیرم، فرض بکنین که اینی گراف ما بوده باشه، اینی گراف ماست، من در نظر میگیرم، گراف یک تابع است، وای مساوی است به اف اکس. هر وقت شما پرسان شوم خط مماس کدام خط است، خط مستقیمه که با تابع ما یک نقطه مشترک داره. من اینجا یک خط رسم میکنم، شما رو با دقت بگید این خطه اما یک نقطه مشترک داره. آیا این ما خط مماس گفته میدانیم؟ من میگم نه خیر. چرا؟ به خاطر که من یک شرط میمانم، خط مماس خط مستقیمه که با تابع یک نقطه مشترک داره، یا یک شرطش یک نقطه مشترک داره، یک نقطه مشترک داره، نقطه مشترک میگم. شرط دومیش، خط مماس و تابع ما باید همجهت باشن، در عین جهت باید حرکت بکنن، باید همجهت بوده باشن. اینجنر صاحبای گرامی، من اینجا گراف یک تابع را در نظر میگیرم، اما تو پیش خود به شکل تخمینی در نظر میگیرم، هر تابع ما منحنی ما در حقیقت مسیر حرکت داره. شما یک منحنی رو در نظر بگیرید، آت یک منحنی، یعنی یک منحنی رو من در نظر میگیرم، آت یک منحنی، این یک منحنی است. شما اگه دقت بکنید هر نقطه ازی یک مسیر حرکت داره، اینجا به این جهته،
اینجا وقتی دقت میکنین مسیر منحنی ما به این جهته، اینجا به این جهت میشه، در این قسمت ما به این جهت میشه، در این قسمت به این جهت میشه. ار زمانی که ما خط مماس به معرفی میگیریم، خط مماس خطی که یک نقطه مشترک داشته باشه، اینی نقطه مشترک ماست، یک نقطه مشترک، یک جمله. جمله دومی، مسیر منحنی، اینی مسیر منحنی است و این مسیر خط مستقیمه. خط مماس یعنی خط مستقیم و امرای منحنی باید همجهت باشند، در سیم دایرکشن باید بوده باشند. شما در این حالت وقتی دقت بکنین، مسیر منحنی تان به این جهت این مسیر منحنی است، اما مسیر خط مستقیم و وقتی شما بررسی میکنین، خط مستقیم و به این مسیره. خیلی شما ایره خط مماس گفته نمیتونین، ایره به نام خط قاطع یا سیکنت لاین به معرفی میگیرین. چون هرگاه ایره باز شما ادامه بدین، همچه خطا خاصیتش نیست که تابیر باز در یک نقطه دیگه هم قدم میکنه. خیلی شما تا به فعلا هم خط مماس شناختین، تانجنت لاینه، و هم سیکنت لاین. ایره فهمیدین که تانجنت لاین باید یک نقطه مشترک داشته باشه و باید هم جهت بوده باشه. حالا وقت از این فرا رسیده که ما شما بپردازیم به بحث معضله مماس یا تانجنت پرابلم، ما باید بفهمیم که راستی مشکل خط مماس چیست. تانجنت پرابلم میگم ما، یا معضله خط مماس ما میگم. بین بررسی بکنیم که تانجنت پرابلم چیست. انجینر صاحبای گرامی، از درس های مکتبتان شما یک چیز میفهمین، هرگاه اتو میگیم دریافت میل خط مستقیم که دو تا نقطه آن معلوم باشه، یک نقطه پی یک، شما داری وقت در نظر میگیرین پی یک تان یک نقطه، مختصاتش باشه اکس یک وای یک. نقطه دومی خط مستقیم که دو تا نقطهش معلوم باشه، پی دوی ما اکس دو وای دو. دریافت میل خط مستقیمه که دو تا نقطهش معلوم باشه، نقطه اول نقطه دومی. شما این از درس های مکتبتان به خوبی یاد دارین، میگن حاصل تفریق وای ها، وای دو منفی وای یک در نظر میگیرین، حاصل تفریق وای ها بر حاصل تفریق اکس ها، اکس دو منفی اکس یک در نظر میگیرین، اکس دو منفی اکس یک. به عنوان مثال، به عنوان مثال شما فرض بکنین که این نقطه تان، نقطه اولتان، شما با عنوان مثال در نظر بگیرین که دو یک بوده باشه، x ما دو y ما یک باشه، این نقطه دو ما مختصات از این 5 و 3 بوده باشه، یعنی x ما 5 باشه y ما 3 بوده باشه. شما اگه خواسته باشین میل از این را محاسبه کنین، من میگم میل مساوی است y دو منفی y یک، 3 منفی یک، حاصل تفریق y ها 3 منفی یک میگیم بر حاصل تفریق x ها میگیم، 5 منفی 2 یعنی x دو منفی x یک، 5 منفی 2 محاسبه میکنم، 3 منفی 2 ما 2 میشه، 2 بر 3. یعنی میل این خط مستقیم که ما به اینجا در نظر گرفتم، این خط مستقیم ما میلش به اندازه 2 بر 3 است. ما شما این را تانستیم براحتی میلش. خب حالا من یک سوال مطرح میکنم، حالا من یک سوال مطرح میکنم که آیا میتونیم، آیا میتوانیم، آیا میتوانیم میل خط مستقیم را به دست آوریم، میل خط مستقیم را به دست آوریم، به دست آوریم که یک نقطه آن معلوم باشد، یک نقطه آن معلوم باشد، یک نقطه آن معلوم باشد یا داده شده باشد، معلوم باشد، یک نقطه آن معلوم باشد. من سوال مطرح میکنم، آیا میتونیم میل خط مستقیم را به دست بیاریم که یک تا نقطهش به ما داده شده باشه؟ اینی خط مستقیمه، برای ما شما فقط یک تا نقطهش داده شده باشه، نقطه x و y به ما داده شده باشه، نقطه فقط یک تا نقطه، نقطه x و y داده شده باشه. سوال مطرح میکنم، خیلی معضله خط مماس چیست؟ وقتی ما میگیم تانجنت پرابلم، هدف ما از تانجنت پرابلم چیست؟ تانجنت پرابلم یعنی دریافت میل خط مستقیمه که میل خط مستقیمی که فقط یک تا نقطه آن داده شده باشه. شما در درس های مکتبتان با استفاده از مفاهیم مکتبتان نمیتونین اینو به دست بیارین. خیلی یک معضله شد، یک تا مشکل شد. حالا ما خیلی فهمیدیم معضله خط مماس، آیا میتونیم میل خط مستقیم را به دست بیاریم که فقط یک تا نقطهش معلوم باشه؟ ما چه میگم در جواب؟ چه میگم؟ میگم بله. ما میگم که بله، با یک شرط. بله بله ما میتونیم به دست بیاریم، فقط با یک شرط. بگیم در صورتی که، در صورتی که این نقطه، این نقطه که به ما داده شده، این نقطه که به ما داده شده، این نقطه، این نقطه نقطه مماس با تابع باشد، نقطه مماس با تابع fx باشد، fx باشد. ما چه میگیم؟ میگیم ما میخوایم میل خط مستقیم را به دست بیاریم که یک نقطهش به دست معلوم باشه.
من میگم میل از اینم میتونم به دست بیارم، فقط با یک شرط. شرطش چیست که نقطه نقطه مماس با یک تابعی باشه. ما یک حالت در نظر میگیرم، مستوی کارتیزیانی رو من در نظر میگیرم، اینجا این مستوی کارتیزیانی است. ما چه میگم هرگاه اینمی نقطه ما امرو اینی تابعی، وقتی ما در نظر میگیریم یک تا تابعی را به شکل ما در نظر میگیریم تابعی خود اینی تابعی ماست. فرض بکنیم که اوت یک تابعی دارم، اف ایکس ماست، اف تابعی ماست، مستوی کارتیزیانی ما ایکس بوده باشه وای بوده باشه. خب من میگم هرگاه اینمی نقطه ما نقطه مماس با یک تابعی باشه، اینی نقطه باشه، شما این وقتی ایره ادامه میتین مستوی که اینی وقت در از این تانجنت لاین تان است، تانجنت لاین ماست، اینی نقطه نقطه اکس و وای، نقطه ما نقطه اکس و وای. هرگاه نقطه این نقطه که به ما داده شده، اینی نقطه داده شده در حقیقت نقطه مماس با یک تابعی باشه، در صورت ما میل از این محاسبه میتونیم میگیم میل تانجنت لاین، میل خط مماس نامعلوم، ما میتونیم این پیدا کرده میتونیم یا محاسبه کرده میتونیم، پیدا کرده میتونیم چگونه به این کار بکنیم. ما به خاطر از اینکه این کار بکنم میل خط مماس به دست بیارم، من باز یک تابعی رو در نظر میگیرم، در مستوی کارتیزیانی یک تا تابعی رو در نظر میگیرم، ما کار میکنیم که چگونه میتونیم میل خط مماس به دست بیاریم، چگونه میتوانیم میل خط مماس به دست بیاریم. ما بازم یک تابعی رو در نظر میگیریم در مستوی کارتیزیانی، این محور محور ایکس بوده باشه، محور ما محور وای بوده باشه، یک تا تابعی رو به شکل تخمینی در نظر میگیریم، یک تابعی، این یک تابعی ماست، اف ایکس ما بوده باشه، انجینر صاحب گرامی اف ایکس. ما میخوایم ما به خاطر که واضح‌تر رسم شده باشه یک تا گراف هم به شکل یک کم دقیق‌تر در نظر می اتیا گراف، اینی گراف ما بوده باشه اف ایکس ماست. خب ما میخوایم تو سوال مطرح میکنم، دریافت میل خط مماس، دریافت میل خط مستقیمه که با تابع ما یک نقطه مشترک داره، نقطه را نام میدم نقطه ایکس و وای میدم، اینی خط مماس ما که در نظر میگیرم، خط خط مماس ما بوده، این تانجنت لاین ماست یا خط مماس ماست. خب ما چه میگم، دریافت میل خط مستقیمه که با تابع یک تا نقطه مشترک داره، میل تانجنت لاین نامعلومه، این پرابلم ماست. پرابلم تانجنت پرابلم چیز، دریافت میل خط مستقیمه که با منحنی ما یک نقطه مشترک داره، نقطه ایکس و وای داره. خب چگونه میتونم به دست بیارم؟ اتو میگم به خاطر به دست آوردن میل خط مستقیمی که با منحنی یک نقطه مماس داره، یک تا نقطه دیگر به شکل اختیاری انتخاب میکنم. اولین کاری که میکنم یک نقطه دومی را، نقطه کیو را به شکل اختیاری انتخاب میکنم، نقطه کیو را به شکل اختیاری انتخاب میکنم. این درسه با خاطر از اینکه خوبتر کار شده باشه، من میره نقطه ایکس و وای نمیگم، این میره نقطه دو سه، اما تو ما یک نام دیگه میتونم که یک کمی عملی تر بیا برای شما خوبتر براتون ترسیم شه، این من نقطه دو پنج میگم، اینی نقطه ما نقطه دو پنج. خب من میگم به خاطر دریافت میل اینی خط، ما یک تا نقطه دیگه را به شکل اختیاری در نظر میگیرم، نقطه دومی را به شکل اختیاری در نظر میگیرم، نقطه اختیاری مو ایکس و وای، نقطه اختیاری مو ایکس و وای. بعد از او باز خط سیکانت لاین خودم رسم میکنم، خط سیکانت لاین خود ما رسم میکنم، بین سیکانت لاین خود رسم بکنیم، اینی تصور بکنین که سیکانت لاین ما بوده باشه، اینی سیکانت لاین ماست که از این نقطه اختیاری عبور میکنه، سیکانت لاین ماست. خب این نقطه نقطه کیوز، وقتی نقطه اختیاری را انتخاب کردیم، سیکانت لاین خود رسم کردیم، بعد از آجل میل سیکانت لاین ما محاسبه میکنیم، میل سیکانت لاین ما مساوی است. شما از درسایتان میفهمین اصل تفریق وای ها، وای منفی 5 میگین، وای منفی 5، بعد اصل تفریق ایکس ها میگین، ایکس ما ایکس منفی 2 میگیم، ایکس منفی 2. یعنی ما عاجل اینجا کارش کردم، میل سیکانت لاین به دست آورد، فکر کنم واشه اینی سیکانت لاینه، من میل از اینی رو محاسبه کردم. خب کار دو میره که انجام، دو کار انجام، کار اول انتخاب یک نقطه اختیاری و ترسیم سیکانت لاین، بعدا دریافت میل سیکانت لاین. چون شما میل سیکانت لاین میفهمیم دیگه، با استفاده از این فرمول خط مستقیمی که دو تا نقطهش معلوم باشه، وای دو منفی وای یک بر ایکس دو منفی ایکس یک به دست میاریم، اینی سیکانت لاینه، اینی سیکانت لاینه، دو تا نقطهش داده شده، اینی در حقیقت نقطه کیو و نقطه پی. ما میلش اینو به دست آوردم،
وای منفی پنج بر اکس منفی دو. کار دوم را که انجام میدیم، کار دوم اینی نقطه کیو را آهسته آهسته نزدیک میسازیم به نقطه پی. نقطه کیو را میارم به اینجا، نقطه کیو را میارم به اینجا، نقطه کیو را میارم به اینجا، این طرف ما در حقیقت نزدیک ساخته میرم به نقطه پی، ما نزدیک ساخته میرم. خیلی چه میگم، نقطه اختیاری کار دوم را که انجام میدم، نقطه کیو را ما نزدیک میسازم به طرف نقطه پی. شما هرگاه نقطه کیو را به طرف نقطه پی نزدیک ساخته برین، بیاین نزدیک بسازیم. اینجا هر سایبای گرامی ما نزدیک میسازم با استفاده از اینی یک خط دیگر ما در نظر میگیرم، این ما نزدیک میسازم. تصور بکنین که نقطه کیوتان اینجا آمد، خطتان به این شکل میشن. تصور بکنین که نقطه کیوتان به اینجا آمد، خطتان به این شکل میشن. ات یک شکل به خود میگیره. تصور بکنین که نقطه کیوتان به اینجا آمد، ما هر قدر که نقطه کیو را به طرف نقطه پی حرکت میتم، در حقیقت سیکانت لاین ما نزدیک میشه به تانجنت لاین. در حقیقت شما رو دقت بکنین، ما نقطه کیو را میارم به این نقطه. شما رو دقت بکنین، ما وقت در نظر میگیرم، اتو در نظر میگیرم، ما وقت دقت کردم میرم، هر قدر که نقطه کیو را به طرف نقطه پی نزدیک ساخته میرم، در حقیقت سیکانت لاین خوده، در حقیقت سیکانت لاین خوده ما نزدیک میسازم به تانجنت لاین نزدیک شده میره. ات یک لحظه میرسه که اینی سیکانت لاین اینجا آمد، اینجا آمد، اینجا آمد، در حقیقت اینی خط ما بالا از اینی منطبق میشه. شما به خاطر از اینکه خوبتر درک کرده باشین، بیاین ما یک انیمیشن در نظر میگیرم. شما تصور بکنید اینی گراف یک مثال دیگه است، اما تو معزنه میشن اینی تابع ماست، اف اکس ماست، اینی تانجنت لاینه، اینی تانجنت لاین. ما سیکانت لاین در نظر میگیم یک خط بعدی را. شما اینی را به این نزدیک ساخته میرین، اینی نقطه ما را، نقطه کیو را من اینجا میارم، اینجا میارم، اینجا میارم، اینجا میارم، نقطه کیو را من نزدیک، هر قدر که نقطه کیو را ما به پی نزدیک میسازم، در حقیقت اینی سیکانت لاین ما به تانجنت لاین نزدیک میشه. شما این انیمیشن پیش خودتان در نظر بگیرین، وقتی دقت میکنین ببینین نقطه کیو نزدیک میشه، ببینین سیکانت لاین ما در حقیقت تبدیل میشه به تانجنت لاین. میبینین در نهایت مثل اینجا ما خط صرف نمایش دادیم. خیلی ما من حیث یک جمله میگم، یک جمله ما میگم که ار زمانی که ما نقطه کیو را به نقطه پی نزدیک میسازم، در حقیقت سیکانت لاین ما به تانجنت لاین نزدیک میشه. هرگاه سیکانت لاین به تانجنت لاین نزدیک شد، دو تا خطی که به هم دیگر نزدیک شدن، در حقیقت میلشان به هم دیگر نزدیک میشه، میل سیکانت لاین ما نزدیک به میل تانجنت لاین میشه. ما اینی در حقیقت نتیجه گیری ماست، اینی چیزی است که ما در نهایت نتیجه گیری میکنیم. خب من همی گپای خود یک تکرار دوباره میکنم. سوال چی بود؟ دریافت میل خط مستقیمی که با تابع یک نقطه مماس داره، با تابع ما یک نقطه مماس. به خاطر پیدا کردن ما یک تا نقطه را به شکل اختیاری انتخاب کردیم. این نقطه ما نقطه اختیاری است، اشتباه نشه، نقطه دومی است، نقطه اختیاری است. نقطه را به شکل اختیاری انتخاب کردیم. از ما خواسته شد میل در نقطه پی خواسته شد، این نقطه پی را شما رو در نظر بگیرین، مختصات اکسش به اندازه دوست. دو تا جمله میگین، مایل در نقطه پی، مایل در نقطه دو. معمولا مرکب اکسش در نظر گرفته میشه و نقطه شما یک تا نقطه اختیاری در نظر گرفتین، نقطه اختیارتان کیو بود. مختصی زیر در نظر بگیرین، در روی محور اکس به اندازه اکس، در روی محور اکس به اندازه اکس، در روی محور اکس ما به اندازه اکس. بر صورت بعد از او گفتین شما مایل سیکانت لاینه، مایل سیکانت لاین وقتی که در نظر میگیرین، مایل سیکانت لاین بعد اسم میارین وای منفی پنج، به خاطر که این یک خط مستقیمه، این خط مستقیم و یک نقطهش دو نقطهش معلومه. با استفاده از این فرمول به راحتی میتونم که مایلش رو محاسبه کنم. کار بعدی رو که انجام میدم، گفتم نقطه کیو را حرکت میتونم به طرف نقطه پی، نزدیک میسازم به نقطه پی. هرگاه نقطه کیو را به نقطه پی نزدیک بسازم، در حقیقت سیکانت لاین ما نزدیک به تانجنت لاین میشه. وقت سیکانت لاین به تانجنت لاین نزدیک شد، مایل سیکانت لاین به مایل تانجنت لاین نزدیک میشه. حالا ما عبارت خود تغییر میتونم، پیشتر ما چی گفتم؟ ما گفتم نقطه کیو را به طرف نقطه پی نزدیک میسازم. حالا ما چی میگم؟ نه، شما هرگاه کیو را به طرف نقطه پی نزدیک میسازید، اینجا ده، اینجا شما هرگاه مرکب اکس در نظر بگیرین، وقتی شما در نظر میگیرین ده اینی موقعیت، مرکب اکسش اینی چیز است، مرکب اکس ما اینی است، اینی نقطه در نظر میگیریم، مرکب اکس در نظر میگیریم اینی چیزه، اینی نقطه رو وقتی که مرکب اکس در نظر میگیریم اینی چیزه، اینی چیز. ما متوجه میشم در حقیقت اکس ما به طرف دو نزدیک میشه، نزدیک به دو میشه. دو تا جمله دارم. جمله اولی ما میگم که کیو را به پی نزدیک میسازم، یا به عبارت دیگر
اکس را به دو نزدیک می سازیم. اکس به دو در حقیقت ما وقتی میگیم کیو را نزدیک می سازیم به پی، در حقیقت اکس ما را نزدیک به دو می سازیم. یک تا جمله میگم، شما انجینیر صاحب یک حالت تصور بکنین، یک حالت تصور بکنین که اینی نقطه کیو ما بسیار زیاد، هرگاه کیو ما بسیار زیاد نزدیک به پی شود، هرگاه کیوی ما بسیار زیاد نزدیک به پی شوه، میل ازی امرای میل ازی باز مساوی میشه. خیمت یک جمله میگم، هرگاه کیوی ما بسیار زیاد نزدیک به پی شود، نزدیک به پی شود، یا هم یا اکس ما بسیار زیاد نزدیک به دو شود، یک معنا میده، اکس بسیار زیاد نزدیک به یک شود. اینجا شما رو گفتم نزدیک به دو شود، نزدیک به دو شود. در آن صورت این در نتیجه گیری است، در آن صورت میل سیکنت لاین ما مساوی به میل تانجنت لاین میشه، میل سیکنت لاین ما مساوی به میل تانجنت لاین. اینجا سبب شما میفهمین که هرگاه اینی خط سیکنت لاین ما بسیار نزدیک به ای شد، در حقیقت اینی یک خط مستقیم بوده باشه، خط دوم بالا از این منطبق میشه، دو تا خط منطبق میلایشان با هم دیگر ام 1 ما هم را ام 2 مساوی میشه. خیمه تو میگم هرگاه نقطه کیو ما بسیار نزدیک به نقطه پی شد، در صورت یا به عبارت دیگر اکس ما نزدیک به دو شد، در اون صورت باز مایل تانجنت لاین ما مساوی به مایل سکند لاین میشه. این می عبارت را که من در اینجا نوشته کردم، کیو بسیار زیاد نزدیک به پی شود یا اکس ما بسیار زیاد نزدیک به دو شود، این می عبارت را که من اینجا نوشته کردم، این می عبارت ما به شکل ریاضیکی هم نوشته کردم. این می عبارت ما چی میگم؟ اگر اکس ما به دو، شما وقت در نظر میگیرید هرگاه اکس ما بسیار زیاد نزدیک به دو شود، اگر اکس ما بسیار زیاد نزدیک به دو شود، در او صورت مایل سیکنت لاین ما مساوی به مایل تانجنت لاین میشه. این هسته با متوجه باشین، اینجا اینی کلمه که من یادش کردم LIM یا limit، در خط اینی LIM مانایش بسیار نزدیک شدن میگیم، بسیار زیاد نزدیک شود. خیلی نمی عبارت برای فعلا به پیشتان به یاد داشته باشین، روی ازی باز بعدا بیشتر میپردازیم، فعلا همقدر پیشتان بپذیرین. خب من میام یک تا اگزمپل در نظر میگیرم، یک تا مثال کار میکنم، با عنوان اولین مثال در نظر میگیرم. من بر من یک تابی داده میشه، وای مساوی به اکس مربع یک تابی است، از من خواسته میشه که در نقطه یک و یک، در نقطه یک و یک میل خط ما محاسبه دست بیارین، میل تانجنت لاین ما نامعلومه، در نقطه یک و یک میل تانجنت لاین نامعلومه، این نمی سواله. خب کار را که من انجام میتم چیز، اولین کار را که میکنم مستوی کارتیزنی را من در نظر میگیرم، اینجا ما مستوی کارتیزنی خود، این مستوی کارتیزنی ماست، چه میگم؟ ای محور اکس ما بوده باشه، ای هم محور وای ما بوده باشه. سوال چیز؟ تابع وای مساوی به اکس مربع را در نظر بگی. من تابع وای مساوی به اکس مربع را در نظر میگیرم. وای مساوی به اکس مربع این جهته. شما وقت در نظر میگی آتی یک تابع است. این تابع ما بوده باشه. تابع وای مساوی به اکس مربع را شما وقت در این وای مساوی به اکس مربع است. ما در نظر آتی یک تابع در نظر. این وای مساوی به اکس مربع است. وای مساوی به اکس مربع. از ما چه خواسته شده؟ بر ما گفته شده که در نقطه یک و یک، شما تصور بکنین که اینی نقطه ما نقطه یک و یک بوده باشه، در نقطه یک و یک، در نقطه یک و یک، شما نقطه یک و یک در نظر بگیرین، این نقطه ما نقطه پی یک و یک بوده باشه. چه معنا؟ یعنی در مستوی کارتیزنی به اندازه یک واحده، در محور وای ما به اندازه یک واحده. خط مماس که در اینمی نقطه رسم میشه، خط مماس که در اینمی نقطه رسم میشه، به این خط مماس رسم کنیم، این خط مماس ماست، از ما خواسته میشه میل ازی را به دست بیار. این در حقیقت تانجنت لاین ماست، تانجنت لاین ماست. از ما خواسته میشه که میل تانجنت لاین را به دست بیارم. سوال تکرار میکنم، برای ما تابع وای مساوی به اکس مربع داده شده، ما چرا این طرف شتنا در نظر گرفتم؟ به خاطر که نقطه نقطه یک و یک، طرف منفیش من در نظر نگرفتم، وقتم ضایع میشد. از ما خواسته شد که در نقطه یک و یک خط مماس که رسم میشه، میل از خط مماس به دست بیارم، میل خط مماس به دست بیارم. خب اتو گفت ما شما در تانجنت پرابلم چی گفتیم؟ دریافت میل خط مستقیمی که یک نقطهش معلوم باشه، به خاطر دریافت میل خط مستقیمی که یک نقطهش معلوم باشه، یک تا نقطه دیگر به شکل اختیاری در نظر میگیریم، یک تا نقطه دیگر به شکل اختیاری،
این رو به نام نقطه کیو یاد میکنیم، از خود اکس داره، از خود وای داره. بعد از او باز خط سیکنت لاین خود رسم میکنیم، بعد از او باز سیکنت لاین خود رسم میکنیم. من این رو به شکل دقیق تر رسم بکنم، اینی سیکنت لاین ماست، سیکنت لاین خود رسم میکنیم، اینی سیکنت لاین ماست، سیکنت لاین ماست، سیکنت لاین ماست، سیکنت لاین خود رسم میکنیم. بعد از یک سیکنت لاین خود رسم کردیم، مایل سیکنت لاین به دست میاریم، این خط مستقیمه، دو تا نقطهش معلومه، این نقطه، نقطه اول Q و نقطه P، مایل سیکنت لاین به دست میاریم. مایل سیکنت لاین ما راحت محاسبه میکنم، من میگم که اینجا کار میکنم، مایل سیکنت لاین ما، مایل سیکنت لاین ما مساویس به حاصل تفریق وای ها میگم و حاصل تفریق اکس ها میگم. اینی دو نقطه است، نقطه اول ما اینی است، نقطه دوم ما اینی نقطه است. من بعدش میارم حاصل تفریق وای ها، وای منفی یک، شما وقت در نظر میگین وای منفی یک، وای منفی یک بر وای منفی یک بر حاصل تفریق اکس ها، اکس منفی یک میگم، x منفی یک. اینجا سبا یک چیز دیگر من میبینم که اینجا y مساوی به x مربع است، در این معادله عوض y شما x مربع هم نشته کرده میتونین، این نشته کرده میتونیم عوض y x مربع نشته میکنم منفی یک بر x منفی یک، به خاطر که y مساوی به x مربع است. به هر صورت ما خط نقطه اختیاری رو در نظر گرفتم، خط سیکنت لاین خود را، این سیکنت لاین ما بود رسم کردم، کار بعدی را که انجام میدیم، کار بعدی ما میگیم نقطه Q را به طرف نقطه P نزدیک میسازیم، نقطه Q را به طرف نقطه P نزدیک میسازیم. انجینر صاحب این نقطه Q ماست، نزدیک میسازیم به طرف نقطه P، به نزدیک میسازیم، این نقطه Q را نزدیک میسازیم به طرف نقطه P، میارم به اینجا میارمش، اینجا میارمش، شما تصور بکنین اینجا آوردمش، در این قسمت میارمش، من تو به شکل تخمینی در نظر گرفتم میرم، اینجا میارم به طرف نقطه پی من نزدیک میسازم، هر زمانی که من نزدیک میسازم به نزدیک بسازیم. اینی شما رو که دقت بکنین، اینی باز میشه، ما یکم دقیق تر، اینی سیکنت لاین ما میشه، من نزدیک ساختم میرم، نزدیک ساخته میرم به می شکل. شما وقتی رو نزدیک ساخته میرین متوجه میشیم که هرقدر نقطه کیو رو به طرف نقطه پی نزدیک میسازم، در حقیقت مایل شما وقتی رو در نظر میگیرین، دو تا جمله داریم، جمله اول نقطه کیو رو به طرف نقطه پی نزدیک میسازیم، نقطه پی ما مختصش اینی یک، نقطه کیو رو وقتی شما در نظر میگیرین، نقطه کیو در روی محور اکس، در روی محور اکس به اندازه شما وقتی رو در نظر میگیرین، در روی محور اکس به اندازه اکس، به اندازه اکس، اینی اکس به اندازه اکس. شما هر زمانی که میگین کیو رو به طرف نقطه پی نزدیک میسازین، در حقیقت اکس تا رو به یک نزدیک میسازین، اکس ما میگیم نقطه کیو رو به طرف نقطه پی نزدیک میسازیم، یا به عبارت دیگر اکس به یک نزدیک میسازیم. خب من تو میگم هر زمان که ما نقطه کیو را به طرف نقطه پی نزدیک بسازم، یا هم اکس به طرف نقطه یک نزدیک بسازم، در حقیقت سیکنت لاین ما، خط سیکنت لاین ما به تانجانت، اینی خط ما سیکنت لاین ما نزدیک میشه به تانجانت لاین، من این نزدیک میسازم، میگم در حقیقت سیکنت لاین ما نزدیک میشه به تانجنت لاین، سیکنت لاین ما به تانجنت لاین نزدیک میشه. هر زمان که یک خط به خط دیگه نزدیک شد، در حقیقت مایل هایشان به هم دیگر نزدیک میشه، مایل سیکنت لاین ما نزدیک میشه به مایل تانجنت لاین. بازم اون گپ بیشتر میگم، هرگاه اکس ما بسیار زیاد نزدیک به یک شود، بسیار زیاد نزدیک شود، زیاد نزدیک شود، در او صورت مایل سیکنت لاین همراه مایل تانجنت لاین مساوی میشه. خب من تو میگم از اینی نتیجه گیری میکنم، من تو میگم هرگاه اکس ما بسیار زیاد نزدیک شود به یک، هرگاه اکس ما بسیار زیاد، لیمیت یعنی بسیار زیاد نزدیک شدن به یک نزدیک شود، مایل تانجنت لاین ما، ببخشید، مایل سیکنت لاین ما مساوی به مایل تانجنت لاین میشه، مساوی به مایل تانجنت لاین. اینجا ما چی سعی کنیم، این حالت است، اینیا مایل سیکنت لاین نزدیک به مایل تانجنت لاین، این حالت است که اکس ما نزدیک به یک شده. اینی جمله چه معنا داره؟ اینجا اکس ما بسیار زیاد نزدیک به یک شده، بسیار زیاد نزدیک به یک. خب شما عوض مایل سیکنت لاین فرمولش هم نشته کردم میتونید، به خاطر فرمولش اینی چیز است، شما نشته میگین که لیمیت عوض مایل سیکنت لاین نشته میکنین اکس مربع منفی یک بر اکس منفی یک، اکس مربع منفی یک را متون نشته میکنم،
اکس مربع منفی یک بر اکس منفی یک، اکس ما نزدیک به یک شود، مساوی به میل تانجنت لاین میشه. انجینر صاحب های گرامی، تا به فعلا شما فقط همه قدر گپ فهمیدین. از ما سوال تابع داده شده بود در نقطه یک و یک، از ما میل ختم اماس خواسته شده بود. ما شما نقطه اختیاری در نظر گرفتیم، نقطه اختیاری من نزدیک ساختم. ما شما در این جمله گفتیم، گفتیم که هرگاه اکس ما، این جمله چه معنا داره؟ این جمله اکس ما بسیار زیاد نزدیک به یک شود، ما شما گفته بودیم که اتو یک نتیجه گیری میکنیم، اتو یک نتیجه گیری. خوب دقت بکنین، مایل سکند لاین یک فرمول به دست آوردیم، اکس مربع منفی یک بر اکس منفی یک. بعد از او باز ما شما چی گفتیم؟ بعد از او ما شما گفتیم که هرگاه اکس ما نزدیک به یک شود، هرگاه اکس ما نزدیک به یک شود یا بسیار زیاد نزدیک به یک شود، در اون صورت مایل سیکنت لاین ما نزدیک به مایل تانجنت لاین میشه. مایل تانجنت لاین این همی جملات بین که به صورت عملی عملا در این رابطه اکس به یک نزدیک بسازیم، عملا امیره تجربه کنیم که راستی امی گپ را که ما میزنیم اگر درست است یا نه، اگر اشتباه است ما امیره بین عملا تجربه کنیم اینجا کارش بکنیم. خب ما در اینجا دو چیز دارم، یکی دارم اکس دارم، اکس ما نزدیک می سازم به یک، نزدیک می سازم به یک، و مایل سیکنت لاین دارم، مایل سیکنت لاین. فرمول مایل سیکنت لاین هم می فهمم، فرمول مایل سیکنت لاین اکس مربع منفی یک بر اکس منفی یک. ما اینی اکس نزدیک می سازم به یک، می بینم که مایل سیکنت لاین ما به چند نزدیک میشه. اینو ما بررسی میکنم که به چند نزدیک میشه. خب شما به خاطر ازو من قیمت میدین اکس تان نزدیک به یک میسازین، اما تا اختیاری قیمت میدین، اشتباه نشه از پیشتان. اختیاری من قیمت میدم، فرضاً من از دو آغاز میکنم، اکس ما رو دو قیمت میدم، به یک نزدیک میسازم، 1.5 قیمت میدم، نزدیک میسازم به یک، 1.1 قیمت میدم، 1.01 قیمت، میبینیم به یک نزدیک شده میرم، 1.01 قیمت میدم، 1.001 قیمت میدم، بسیار نزدیک به یک ساختمش، بسیار زیاد نزدیک به یک ساختم. خب میبینم که مایل سیکنت لاین ما چند قیمت میگیره. هر زمانی که دو از هم اینجا دو از کنین، دو مربع منفی یک میشه، اینجا دو منفی یک میشه، شما وقت قیمت گذاری میکنین جوابتون 3 به دست میاد. 1.5 اینجا وضع میکنین، 1.5 مربع منفی یک تقسیم 1.5 منفی یک، جوابش وقت در نهایت شما به دست میارین 2.5 میشه. 1.1 وقتی که شما وضع میکنین جوابتون به دست میاد 2.1. 1.01 اینجا وضع میکنین، قیمت مایل سیکنت لاین تون به دست میاد 2.0 یک. وقت 1.001 اینجا وزن میکنین، قیمت تان به دست میاد 2.001. ما متوجه میشیم، متوجه یک باریکی میشیم، هر قدر که اکس ما به طرف یک نزدیک شده میره، مایل سیکنت لاین ما متوجه میشیم. سعی کنین 2.5، 2.1، 2.01، 2.001، ما متوجه میشیم که مایل سیکنت لاین ما در حقیقت به عدد 2 نزدیک شده میره، اما تو یک نتیجه گیری میکنیم. خیلی ما شما از این نتیجه گیری کردیم، نتیجه گیری کردیم که ارگاه اکس ما به یک نزدیک شوه، مایل سیکنت لاین ما به عدد 2 نزدیک میشه. ما شما در گذشته چه گفته بودیم؟ ما شما گفته بودیم ارگاه اکس به یک نزدیک شوه، مایل سیکنت لاین به تانجنت لاین نزدیک میشه. گفته بودیم که مایل سیکنت لاین به تانجنت لاین نزدیک میشه. در حقیقت این عدد که شما به دست آوردین، یه عدد در حقیقت مایل تانجنت لاینه. ما شما در حقیقت پیش بینی کردیم که یا به دست آوردیم که مایل تانجنت لاین ما 2 واحده. ما باز تکرار میکنم، شما ایره وقت انجام دادین، در نهایت گفتین که ارگاه اکس ما بسیار زیاد نزدیک به یک شوه، مایل سیکنت لاین ما به مایل تانجنت لاین نزدیک میشه. اینمی مفهومه، اینمی مفهومه، یا این اینمی که اکس ما به یک بسیار زیاد نزدیک شد. در اینجا ما در نظر گرفتم اکس ما رو به یک بسیار زیاد نزدیک ساختم، 2 بود، 1.5 بود، 1.1، 1.01، 1.001. من عملا دیدم که مایل سیکنت لاین ما نزدیک شد به 2. اینمی 2 در خط مایل تانجنت لاین ماست. آل دیگه شما وقتی که اینی تانجنت لاین را که در اینجا در نظر میگیرین، اینی تانجنت لاین آل دیگه بر ما گنگ نیست، مایل ازی بر ما داده شده، به دست آوردیم 2 واحد. اینا لرگو از ما اینمی معادله را خطش، اینمی خط مستقیم معادلهش خواسته شوه. ببینین هم نقطهش دارین، یک نقطهش، نقطه یک و یک، و مایلش هم میفهمین. برای شما در حقیقت یک تا یک، شما وقت در نظر میگیرین مستوی کارتیزیانیست، وقت شما پیش خود فرض میکنین اتو یک مستوی کارتیزیانی دارین، اینجا من در نظر میگیرم، وقت مایل در نظر میگیرم اتو یک چیز پیش خود فرض میکنم،
ما پیش خود در نظر میگیرم. در حقیقت یک تا تابع داشتیم، تابع وای مساوی به x مربع، اینی تابع وای مساوی به x مربع تان بوده باشه، تابع وای مساوی به x مربع تان، وای مساوی به x مربع در نقطه یک و یک، اینی نقطه نقطه یک و یک، نقطه یک و یک. شما خط مماس را که رسم میکنید، اینی خط مماس تان است، میلش شما به دست آوردین، میل تانجنت لاین تان دو واحد بود، اینی خط مستقیم تانجنت لاین تان است. حالا اگر شما خواسته باشین معادله تانجنت لاین را به دست بیارین، معادله میتونین به دست بیارین، دریافت معادله خط مستقیمی که یک نقطهش معلوم باشه، یک و یک، و میلش معلوم باشه. شما نقطهش هم میفهمین، میلش هم میفهمین. شما هر دقت بکنین، نقطه تان یک و یک و میل تان وقت در نظر میگیرین دوست. شما معادله خط مستقیم فرمولش به یاد دارین، میگین وای منفی وای یک مساوی به ام ضرب x منفی x یک. از درس های مکتبتان نشته میکنین، این در حقیقت x یک، این در حقیقت y یک. y منفی یک میگم، عوض y یک قیمتش ام ما دو واحد، x منفی یک. شما این وقت ساده میسازین، در نهایت میشه دو x منفی یک واحد. این در حقیقت معادله خط مماس، این خط مماس را که در اینجا در نظر میگیرین، معادلش امی چیزه. ما تمام مباحث را که در نظر گرفتم تا به این قسمت شما رو دقت بکنین، ما بس این مباحث کار کردم. مثال اول تا نمد نظر گرفتم، مثال اول تا نینی تابی داده شده بود، مثال اول تا نما کار کردم، شما حالت های مختلف در نظر گرفتین. بعضی از مباحث که اینجا این مفهومش چیست از طرف راست و چپ نزدیک شده، روی ازی با داینده ها ما شما بس مفصل انجام میتیم. قبل از اینکه ما به حل مثال دوم بپردازم، یک بحث مقدماتی دیگر خدمت شما عرض میکنم. اشتباه نکنین، دی مثال برای ما شما یک تابع داده شده بود، از ما خواسته شده یک نقطه معین میل خط مماس به دست بیاریم. بعضا عوض تابع برای ما یک تا گراف داده میشه، برای ما یک گراف داده میشه. با عنوان مثال برای ما اینی گراف داده میشه، میل در نظر میگیرم، یک تا اگزمپل همون تو به شکل اضافی ما کار میکنم. در حقیقت یک اگزمپل ما در نظر میگیرم، از ما خواسته میشه میل خط مماس در یک نقطه محاسبه کنم. من اینی تابیر در نظر میگیرم، میگم یک اگزمپل، اینی تابیر در نظر میگیرم، خب اینی بر ما داده میشه. از ما خواسته میشه که میل خط مماس، خواسته میشه که میل خط مماس، میل تانجنت لاین محاسبه کنم. در کجا؟ در نقطه منفی یک محاسبه کنم، در نقطه اکس مساوی به منفی یک. یک چیز متوجه باشین، جنس های گرامی معمولا یک نقطه وقت ذکر میشه، مکمل نقطه ذکر میشه، مثلا گفته میشه نقطه کیوی اکس و وای، یا بعضا تنها مرکبه اکسش ذکر میشه، میگه در نقطه اکس، در نقطه یک، یا فرضاً در گراف بالا مرگا در نظر بگیرم، در نقطه دو، تنها مرکبه اکس ذکر میشه. بر صورت بر من این گراف داده شده، از من خواسته شده میل خط مماس به دست بیارم در نقطه منفی یک. اتو میگم هرگاه بر من یک گراف داده شد، از من خواسته شد که در یک نقطه میل خط مماس به دست بیارم، فرضاً در نقطه منفی یک، در نقطه منفی یک، در نقطه x مساوی به منفی یک میل خط مماس به دست بیارم، در او صورت ما خط مماس دینامینو x مساوی به منفی یک شما ادامه میدید این نقطه، برای فعلا نمیره بپذیرین، خط مماس به شکل تقریبی رسم میکنم، خط مماس به شکل تقریبی و دلخواه رسم میکنم، خط مماس به شکل تقریبی و دلخواه رسم اتر رسم کردم، اینی خط مماس بود. از ما خواسته شد در نقطه x مساوی به منفی یک، اینی x مساوی به منفی یک، اینی را به گراف ادامه میدم، اینی را ادامه میدم، در حقیقت اینی نقطه را من انتخاب کردم، اینی نقطه را من انتخاب کردم. خب اینی خط مستقیم ما را تا به یک سرحد معین به صورت دلخواه ادامه دادم. کار بعدی را که انجام میتم، مختصات انجام های خط تعیین میکنم، اینی مختصات تعیین میکنم، ایره یک نام میتم، نقطه اول میگم، ایره یه مختصات شرگاه دقت بکنین، اکسش صفره، وایش اینی یک واحد، اینی دو واحد، صفر و دوست. مختصات انجام های زیره به صورت تقریبی ما در نظر میگیرم، نقطه دوم، شما وقتی نقطه دوم در نظر میگیرین، اینجا اکسش منفی
منفی دوست، اینی هرگاه صفر بوده باشه، اینی منفی یک، اینی منفی دو. اینی منفی یک اشتباه نکنید، اینی منفی دوست، منفی دو صفر. دو نقطه برای شما داده شده، صفر دو، منفی دو صفر. با استفاده از مختصات انجام های ازی میل ختم ماس محاسبه میکنید. شما میگن میل مساویس حاصل تفریق وای ها، وای دو منفی وای یک بر اکس دو منفی اکس یک، x2 منفی x1. من محاسبهش میکنم، شما وقتی را محاسبه میکنین این y2 ای x1 y1 شما وقت در نظر میگیرین اینی هم y1 بوده باشه، اینی x2 و y2. وقتی ما کار میکنم من میگم y2 منفی y1، y2 ما صفر، صفر منفی 2 میگم، صفر منفی 2 و x2 ما، x2 ما منفی 2، منفی 2 منفی 0، منفی 2 منفی 0. شما وقتی را کار میکنین منفی 2 اوور منفی 2 میشه، صورت مخرج مساوی است مایلش 1 واحد. یعنی این خط مماس را که در نظر میگیرم مایلش به اندازه 1 واحده. دو تا جمله میگم. جمله اولی، اول من سوال خود تکرار میکنم، من گفتم هرگاه از ما خواسته شد گراف یک تابع داده شد، از ما خواسته شد در یک نقطه معین میل خط مماس به دست بیارم، در اون نقطه خط مماس به شکل تقریبی رسم میکنم تا سرحد معین ادامه میتم، ایره من ادامه میتم تا به یک سرحد معین. بعد از او باز معین و دلخوا مختصات انجام های زیر ما نظر به محورات x و y، مختصات انجام های زیر به شکل تقریبی 0 2 منفی 2 0 میل ما محاسبه میکنم. آل جمله بعدی که من در نظر میگیرم، من عین گراف باز در نظر میگیرم، دو تا جمله دیگه میگم، دو تا جمله دیگه میگم. انجینر صاحب های گرامی، جمله اولی، جمله اولی دقت بکنین، از ما خواسته شد میل به دست بیارم در نقطه منفی یک. شما منفی یک وقتی که انتخاب میکنین تا به تابع ادامه بدین، سعی کنین این نقطه هم میتونه که باشه، به طرف پایین هم میتونه که باشه، به طرف پایین اینی نقطه هم میتونه باشه، یک خط مماس شما وقت در نظر یک خط مماس بوده باشه، این دیگه خط مماس است، خط مماس دومی، اینی را که ادامه میدین خط مماس در حقیقت در اکس، در اکس مساوی به منفی یک ما سه دانه تانجنت لاین داریم، سه دانه تانجنت لاین داریم. اشتباه نکنین، ما فقط یک تا زیر کار کردیم، این یک تاشه. شما میتونین ایدگاهش هم کار بکنید، فقط مهارتش یاد بگیرین. یک جمله، ما اینی خط خط اول بوده باشه، ای خط خط اول، ای خط خط دوم، دوم ای خط خط سوم، سوم سه تا خط مماس در قد مرسم کردم. جمله دومی را که من امرویتون شریک میکنم این از انجینر صاحب گرامی که وقت شما خط مماس رسم میکنین شما اشتباه نکنین. در این مثال من در وقت ما در نظر میگیرم، ما در نقطه x مساوی به منفی یک وقت ما در نظر گرفتم، وقتی ما گراف در نظر گرفتم تا به یک قسمت معین ما ادامه دادم، تا به اینجا به صورت تخمینی ادامه دادم. چرا سوال پیدا میشه که استاد چوری رو پیش نبردی، زیاد پیش نبردی، چوری رو به شکل تا آخر زیاد پیش نبردی؟ انجینر صاحب گرامی، من به خاطر از تا به این محدوده در نظر گرفتم که سرحدات در اینجا معینه، در اینجا سرحدات معینه، این دو صفره، این منفی دو صفره، ببخشید این صفر و دو، اینی نقطه ما شما وقتی رو در نظر میگیرین صفر و دو بود، این نقطه ما x ما صفر و y ما دو بود. شما میفهمین خود مستقیم خاصیتش چیز، شما این خط مستقیم اگر کوچکتر باشه میلش ام یک فرزن، این خط یک کم بزرگتر باشه میلش ام دو، اگر یک کم دیگه هم بزرگتر باشه میلش ام سه، تمام از این خطوط میلاشون با هم دیگر مساوی است. ام یک ما همراه ام دو مساوی به ام دو و مساوی به ام سه، اینا میلاشون با یک دیگر مساوی است. به مخاطر چون هر قدر بزرگ بگیرین یا کوچک بگیرین میلا فرق نمیکنه، ولی وقت ما اینی نقاط در نظر گرفتم، خوبیشی بود که من مختصات از این راحت تر تعیین کرده میتانم، این راحت تعیین میکنم، این راحت تعیین میکنم. در اگزمپل دوم کتابتان وقت من مراجعه میکنم، در اگزمپل دوم کتابتان چند چیز بر من داده شده، من میمه میره یاد که تمام از این یاد داشت میگه باز براتون توضیح میتونم. اگزمپل دوم بر من داده شده به این شکل، میمیره اینجا پیستش میکنم اگزمپل دوم کتابتانه. خب من معلوماتش هم در نظر میگیرم. انجینر صاحب گرامی، من این تیبل هم میام اینجا یادداشت میکنم، این تیبل خودم من یادداشت میکنم به این شکل، این یک تیبل به من داده شده و این تیبل در گراف جابجا شده، تیبل ما در گراف جابجا شده. بینی رو من در نظر میگیرم و همین گراف هم من کاپیش هم میارم به اینجا،
ما وقتی در نظر میگیرم به این شکل اه انتو این گراف هم من میارم. حال دیگه شما یاد دارین که چطور گراف ترسیم یک تیبل وقتی بر شما داده میشه یه چطور گراف شما مثلا این تیبل داده شده در مستوی کارتیزنی چگونه میتونین گراف از این رسم بکنین در مستوی کارتیزنی گراف شد. خب به هر صورت در اگزمپل دوم اینجنر صاحب گرامی شما وقت مباحثتان در نظر می در اگزمپل دومی برای شما یک کمره را در نظر گرفته. تصور بکنی یک کمره است، یک کمره است، در داخل هر کمره یک تا خازنه. شما تصور بکنید که اینی خازنه، تصور بکنید یک دانه خازنه. در این خازن معمولا چارج ها ذخیره میشه. تصور بکنید چارج ها بوده باشه. معمول در نظر میگیرم تصور بکنید که در اینجا چارج ها ذخیره شده، اینجا چارج ها ذخیره شده، به شکل چارج ها ذخیره شده. هر کامره این چارج ذخیره شده رو به نام کی یاد میکنم. شما اگر دقت بکنید هر کامره از خود یک تا فلش داره، یک تا فلش. این تصور بکنید فلش بوده باشه. یک کامره وقتی فلش میزنه میفهم این فلش زدن کامره یعنی چی؟ یعنی تخلیه آنی چارج ها، چارج های از این به صورت آنی تخلیه، یعنی چارج هایی که در اینجا ذخیره شده، یعنی این چارج ها به شکل آنی، یعنی بسیار زود در یک مدت زمان کم یک دم تخلیه میشه. خیلی چارج ها به صورت آنی تخلیه میشه، یعنی یک مدت زمان چارج بسیار زیاد می باشه، آیست آیست تا کم شده میره. در اگزمپل دومیتان بر شما اینمی معلومات داده شده، گفته شده یک کمره را در نظر بگیرین، در لحظه صفری مقدار چارج خازن 100 واحد بوده، بعد از 0.02 سکند 81.8 واحد بوده، بعد از 0.1 ثانیه 36.76. در این گرافی هم جابجا اینمی معلومات اینجا جابجا شده. سوال چیز از ما خواسته شده که در نقطه تی مساوی به 0.04، در تی مساوی به 0.04 میل خط مماس به دست بیاریم. سوال اینی این قسمت شما و شما کار داریم دیگه، قسمتش برای فعلا به کار ما نمه. اتو میگم هرگاه یک گراف برای ما داده شد از ما خواسته شد در یک نقطه معین میل خط مماس به دست بیارم، در نقطه 0.04 ده اینی نقطه میل خط مماس. چه کار میکنم؟ خط مماس به شکل تخمینی رسم میکنم، خط مماس به شکل تخمینی تا به یک سرحد معین رسم میکنم. من میره تا به یک سرحد معین خط مماس خود رسم میکنم، رسمش کردم. وقتی من رسم کردم بعد از او باز اینی نوع انجام ها را، مختصات انجام های ما را من تعیین میکنم. شما تصور بکنید اینی نقطه انجام ما فرضاً نقطه اول بوده باشن، اکسش به اندازه تیش به اندازه 0.02 0.02 و تیش وقت در نظر میگیرین 0.02 و مختصه کیوش وقت در نظر میگیرین 80 واحد. اما تو پیش خود به شکل مشکل نیست، شما به شکل تخمینی در نظر بگیرین، یک چیز اشتباه نکنین که اینجا کیوی ما از فانکشن اف تی مطرح میشه. در گذشته ها وای تان از فانکشن اف ایکس، یعنی واز ایکس تی دارین واز وای کیو دارین. خب اینی نقطه رو وقتی ما در نظر میگیرم، اما تو به شکل تخمینی شما تصور بکنین تیش به اندازه 0.06 و کیویش به اندازه ایره میارین، این مختصات چه وقتی تعیین میکنین تقریبا من در نظر میگیرم 53.6 واحد در نظر میگیرم، 53.6 واحد به صورت تخمینی من تو پیش خود دارم، یا 53 واحد در نظر میگیرم که مکمل باشه. خب مختصات و نقاط وقتی در نظر گرفتم اینی نقطه نقطه دوم ما بوده باشه، اینی میشه تی یک کیو یک، اینی میشه تی دو کیو دو. خیلی تو میگم هرگاه برای من یک گراف داده شد از من خواسته شد در یک نقطه از او میل خط مماس به دست بیارم، خط مماس به شکل تخمینی رسم میکنم تا به یک سرحد معین. بعد از او با استفاده از فرمول میل، فرمول مایل داشتیم y2 منفی y1، اینجا داریم q2 منفی q1 بر x2 منفی x1، اینجا دارم t2 منفی t1. مایل خط مماس خودم محاسبه میکنم، q2 ما 53 واحده، منفی q1 ما 80 واحده، من اینجا وضع میکنم میره t2 منفی t1، t2 ما 0.06 منفی 0.006 منفی 0.02. هر چیزی که بود شما مقدار میلتان محاسبه میکنین، هر چند که به دست آمد خودتان در نظر میگیرین. خیلی من درس خود به اینجا بس میکنم، به می اکتفا میکنم. شما در درس امروزی در حقیقت بحث تانجنت پرابلم مطرح کردین، یاد گرفتین که هرگاه
خود معزلی ختم ماس چیست و بحث بسیار زیاد نزدیک شدن متوجه شدین، امرای نوشتار لمت بلد شدین، دو مثال میل ختم ماس با استفاده از فرمول یک تابی بلد شدین یاد گرفتین، علاوه بر ازو یاد گرفتین که ارگاه گراف یک تابی داده شده باشه چگونه میتونیم میل ختم ماس به دست بیاریم. آرزوی موفقیت برتان دارم. در لکچر آینده انشالله به بحث ولاسیتی پرابلم یک بحث کوچکه بهش میپردازیم. موفق و سربلند بمانید.